جو افتخار است که بعد از مدت بسیار زیادی ما شما امروز شاهد شروع کار یکی از مهمترین سرک های شاهراه افغانستان هستیم و او هم سرک قسمت از سرک حلقوی افغانستان است که تمام از این تکمیل شده بجز همین مسیر از قیصر تا به لامان. قیصر در ولایت فاریاب و لامان در ولایت بادغیس. با اکمال از این بخش از سرک حلقوی شاهراه حلقوی افغانستان تکمیل میشه و ما را یک قدم نزدیکتر میسازه به آرزویی که افغانستان داره و دیدگاهی که وزارت فایدامه داره که ما افغانستان چطور به یک چهارراه ترانزیتی بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی تبدیل بکنیم. در مجموع از قیصر تا بلامان 233 کیلومتر طول از این شاهراه است. جزئیات موضوع که سابق یک دفعه به قرارداد رفته بود در سال 2012 تمام از این تحت یک قرارداد بود. متاسفانه مشکلات در قسمت از این پروژه به وجود آمد و از طرف شرکت های قراردادی که اوجا بودن تقاضای فسخ از این صورت گرفت و به هر حال قرارداد فسخ شد و موضوع به یک منازعه حقوقی تبدیل شده و فعلا تحت بررسی محاکم تجارتی بین المللی در سنگاپور است. بعد از فسخ از این قرارداد در سال 2014 وزارت فایدامه و رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم به این گرفتن که راه حل بدیل برای تکمیل کردن ایشارا پیدا بکنن و او این بود که 233 کیلومتر به 6 بخش تقسیم شود و به قراردادهای جداگانه داده شود که هم مسئولیت قراردادیا معلوم باشه و هم ریسکی که دولت میگیره کمتر باشه و قابل مدیریت باشه این ریسک. بعد از حدود یک تا یک و نیم سال که مراحل ابتدایی و مراحل تدارکاتی دو بخش اول از این طی شد، چند روز پیش قرارداد بخش اول که به طول 34 کیلومتر است از منطقه لامان تا به مرکز قلعه‌نو در ولایت بادغیس به امضا رسید. بخش دوم از لامان الا دره بوم ولایت فاریاب، ببخشید او هم در ولایت بادغیس است، او هم به امضا رسید که 48 کیلومتر است. در قسمت لات اول یا بخش اول از این سرک ما بعضی معلومات بیشتر خدمت شما ارائه میکنم. این سرک به عرض 7 متر است و 3 متر دیگه شانه های این سرک است که 1.5 متر در هر طرف از سرک و تعداد 9 پل در مسیر از 34 کیلومتر قرار داره و به تعداد 102 پلچک هم اعمار میشه. قیمت مجموعی قراردادی که عطا شده 36.5 میلیون دلار است، در حدود 36.5 میلیون دلار است و به یاری خداوند در طول 2.5 سال این 34 کیلومتر تکمیل میشه. تمویل کننده از این بانک انکشاف آسیایی است و این از طریق یک داوطلبی آزاد بر رقابت بین المللی گذاشته شده بود که یک شرکت هندی به نام IVRCL برنده از این ارزیابی شده و با همین شرکت عقد قرارداد شده. در بخش دوم قرارداد دوم که صورت گرفته به طول 48 کیلومتر پیشتر عرض کردم خدمت شما، در این مسیر
دو پای پل امار خواهد گردید و همچنان 55 پای پلچک و قیمت قرارداد 48.3 میلیون دلار است. این هم میاد از این قرارداد در دو نیم سال است. تمویل کننده از این بانک انکشاف آسیایی و اداره انکشافی بریتانیا است. ایام از طریق رقابت آزاد بین المللی به اعلان گذاشته شده بود و داوطلبی صورت گرفته و شرکت چینایی به نام کینگداو چاینا برنده ارزیابی شده. مهمی است که معلومات خدمت شما را شد که چقدر جدا از این که مسئله اتصال شاهراهای ما مطرح است و مسئله ترانزیت مطرح است، چقدر مردم که در مجاورت با این سرک زندگی میکنن مستفید میشن. در بخش اول که از لامان تا به قلنو است، در حدود 30 قریه در اطراف از این سرک موجود است و نزدیک به 70,000 نفر در اون منطقه زندگی میکنن و در رفت و آمد از یا دسترسیشان به کلینیک، دسترسی به مکاتب و دسترسیشان به مرکز ولایت بادغیس کمک خواهد کرد. در قسمت دوم از این پروژه، در بخش دومش 38 قریه در طول مسیر 48 کیلومتر پخش است و زندگی میکنند و در حدود 10,000 فامیل در اطراف از این فعلا زندگی میکنند و بود و باش دارند. جدا از مسائلی که خدمت شما ارائه کردم، در حدود 10 میلیون دلار برای دو بخش از این پروژه یک بودجه انکشافی موجود است از طرف بانک انکشاف آسیایی که این برای ارائه خدمات بیشتر، خدمات انکشافی برای اعمار مکاتب که مردم محل کار داشته باشند، اگر سرک های خردتری در بین قریجات خود کار دارند، اگر کلینیک کار دارند، چای آب کار دارند، به مقدار 10 میلیون دلار بودجه برای این اختصاص داده شده. قبلا یک سروی انجام شده از نیازمندی های مردم که در مسیر از این سرک زندگی میکنند و این چون چند سال پیش انجام شده، یک سروی مجدد میشه و به همکاری مردم محل این نیازمندی هایشان تشخیص میشه، باز به داوطلبی گذاشته میشه، پروژه های خرده میباشه، منتها برای مردم در اقتصادشان و در زندگی و رفاهشان انشاءالله تعالی مؤثریت خود خواهد داشت. با شروع کار از این دو پروژه در مسیر قیصر لامان 565,000 نفر روز کاری ایجاد خواهد شد. این فرصت کاری است که اکثر مردم محل و کسایی که از طریق شرکت ها بعدن استخدام میشن در اینجا به وظیفه و کار دستیابی خواهد داشتن. این مختصر معلومات بود در قسمت ای